اصفح إلهي عن ذنوبي، إني عبد مذنب. اغفر إلهي ما مضى من البلايا ندينا، فالعمر منا انقضى. فرج إلهي كربنا، نوّر إلهي قبورنا. يا رب اشرح صدورنا، ثبت إلهي قلوبنا. يا رب اقبل دعاءنا، سبحان الله. سلام على رسول الله. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. خب إن شاء الله تعالى تعلق داره به این مسائل که گپ زدیم براجع آیات محکمات و آیات متشابهات. تأویل، تأویل قرآن براجع از این آیات متشابهات ضرور است تأویل، و این به اجماع العلماء، یعنی ام نظر کل علماء است که بعض آیات متشابهات باید تأویل شود. و تأویل به دو رقم علمای سلف و خلف کردن. به یک رقم بود که تأویل اجمالی و تأویل تفصیلی. تأویل اجمالی مثلا یک آیت که براجع خدا عز و جل ید الله ذکر شده، گفتن که ید الله مانا نمیته که خدا عز و جل دست داره، مگرم تشریح نکردن، نگفتن که ید الله منایشی است که قدرت خدا، گفتن بلا خدا عز و جل ما به ید الله میگیم و میگیم که بلا کیف، خدا شباهت نداره به مخلوقات، خدا عز و جل اعضای بدن نداره، دست نداره، و به معنایی که به مراد که خدا عز و جل نازل کرد و به مراد که پیغمبر علیه السلام میفهمید، به اونو مراد ما ایمان داریم برش و زیادتر تشریحات نمی کنیم. بعض از سلف و خلف به این رقم تشریح کردن، این را به تأویل اجمالی می گفتن. و تأویل تفصیلی که بعض سلف و خلف کردن، گفتن که در اینجا ید الله یعنی قدرت الله، ید الله در اینجا گفتن که عنایت الله یعنی کمک خدا، در اینجا قدرت خدا، گفتن منایش نتر است و نه ای ملامت است این رقم تأویل و نه این رقم تأویل. اردوش درست است، اردوش صحابه و علمای سلف و خلف به این رقم تأویل کردن. مگرم تأویل بدون دلیل عقلی ای اجازه نیست. مثلا علما هم نظر هستن که خدا عز و جل فرمود در قرآن السارق والسارقة فقطعوا أيديهما. دز چی مذکر باشه یا چی مرد باشه یا چی زن، وقتی که دزی میکنه امرای شرایطش که برابر باشه، فقطعوا أيديهما، دستشان قطع کنین. و این حکم است که در قرآن ذکر شده و این کل علما هم نظر هستن که دست قطع میشه امرای شرایط، و شرایطش مثلا که اگه او بسیار یک چیز کم می باشه، او اگرچه که دوزیست گناه کبیر است، مگر دست قطع نمیشه. کسی که میره به کم زن نان دوزی میکنه، او اگرچه که گناه کبیر است، مگر دستش قطع نمیشه. کسی که یک چیز را
دوزی میکنه از یک از جایش نمیباشه در جایی که به صورت عموم و حفظ نمیباشه. مثلا یک کس پیسهش در زمین مفته و یکی دیگه میبینه که پیسه از او افتاد و او را دوزی میکنه، دستش بر از او قطع نمیکنن و از خود شرایط دیگه داره. موضوع ما براجی از این است، مگرم علما هم نظر هستن که امرای شرایطش در شریعت در وقت پیغمبر علیه السلام ای فعل شد و بعد از او در خلفای راشدین شد و کل علما هم نظر هستن که اگر شرایطش برابر باشه به شرایطی که در شریعت آمده دست قطع میشه و به امر خدا فقطعو ایدیهما. در اینجا هیچ عالم نگفت که علمای اصل، وقتی عالم میگم نمیگم که یک کس خود عالم میگه، نه، علمای مجتهدین که در گذشته آمده بودن و هیچ کدامشان نگفت که دست قطع کردن معنیش یک چیز دیگه است، مثل که حالا بعض مردم میکنن میگه نه، حالا ما در قرن 21 هستیم باید دین خود تغییر بتیم، مثل یهود و نصارا و دیگرها وارد دین خود تغییر بتیم و قطع کردن دست مانا نمیته، مگرم قطع رحمت مانا میته. اگه اتو ما بانیم، علما میموندن که هر کس به هر رقم که دلش شد مانا کنه، دین ما یک وقت از بین رفته بود. مگرم ای جایز نیست و علما نمیمانن این کارا، تغییر نمیمانن. اگه تغییر میموندن که مردم میاید دین ما رو تغییر میداد،